سلام عرض ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز مجموعه آموزش ساده بورس من محسن هستم در کنار مینا خانم اومدیم با یک هفته این دیگه یک گزارش دیگه از سری گزارشات هفتگی سامان بورس تهران در انجمن خبرگان سرمایه گذاری ایران خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم بریم سراغ گزارش این هفته ما یه سری اخبار مهم داشتیم که حالا در ادامه میگیم برای خیلی سریع بگم برای ازانی که اولی ویدیو رو میبینن شما میتونید قسمت های گذشته در واقع ویدیو هایی که منتشر شد رو در کانال های مجموعه کانال تلگرام یوتیوب آپارات مجموعه آموزش ساده بورس دنبال بکنید و خب اگر که قسمت اولی هست که تماشا میکنید پیشنهاد میکنم حتما دنبال بکنید ما این گزارشات رو در سه پارت خدمت عزیزان معرفی میکنیم پارت اول مورد داریم بر اخبار مهم منتشر شده در هفته گذشته پارت دوم میاییم و مدیریت پورتفول داریم سهمایی که به حال تو ویدیوهای گذشته معرفی کردیم رو یه مدیریتی روشون داریم و آخرین تغییرات رو نسبت بهشون اعلام میکنیم و پارت سوم هم که جذاب ترین پارت هست معرفی سهام جدید داریم معرفی سیگنال خرید رایگان داریم که حتما توصیه میکنم تا آخر امرایمون باشید بریم سراغ اخبار خبر اول این گزارش خب ما بارها بارها راجع به معاملات متری مسکن در بور صحبت کردیم این هفته جزئیات بیشترش منتشر شد جزئیات بیشترش رو مهدی هدایت مدیر سازمان نوسازی شهر تهران اومد و در واقع بیان کرد به حال این همونطور که میدونیم هدف از این کار این هستش که افراد بتونن متری متری خونه بخرن ارزش پولشون هم حفظ بشه تا در نهایت بتونن صاحب یک واحد کامل بشن سازوکارش سازوکار عرضه این املاک در بورس هست حالا به این صورتی که افراد میتونن به صورت یمت یمت حالا کمتر بیشتر خریداری بکنن و بر روی پلتفرم بورس که زیر ساختاش هم انجام شده و خب مرحله به مرحله میتونن این خریدها رو افزایش بدن تا جایی که بتونن به یک واحد کامل دسترسی پیدا بکنن خب این ابزار مالی هم مثل سایر ابزارها بازارگردان داره و نقشه نخشا... که اوکی... تظیم بکنه نقشه‌wandگیش رو و نمیدونم به نظر چیز خوبی میاد حالا باید ببینیم که به چه صورت عملی میشه جزئیاتش منتشر شد بعد ببینیم به چه صورت عملی میشه ایده ایده خوبی هست خبر دوم خبر خوب فرزین بود در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده این خبر در کنار شایعه استارت خوردن مجدد در واقع احیای برجام منجر شد به اینکه دلاری رنج منفی بزنه و خوب خودش رو از 53.4 به 50 تومان برسونه حالا اینکه چقدر صحت داره ما بارها و بارها در کشور دیدیم که بازی با اخبار باعث میشه که به حال قیمت رو تا حدودی بخوام پایین بکشونن شاید این موضوع بودیم که خب ممکنه که این اتفاق بیفته براشون و خب قیمت هم تا حدی بخواد در واقع پایین بیاد خیلی نوسان اگر هم بیاد به حال مردم دستشون رو خوندن تحلیلگرا دستشون رو خوندن با هر خبر دیگه این اتفاق نمیفته متاسفانه و قیمت به روند اصلی خودش به بر میگرده اما میگم این خبر یعنی خبر رازاستازی منابع بلوک شده در آینده و خبر احیای برجام باعث شد که مجددا دلار و طلا یه رنج رو رو بزنن حالا ما از نزول اینها هم میتونیم خوشحال باشیم به خاطر اینکه به حال در بازار آتی میتونیم در بازار آتی طلا خدمت عزیزان که در دور طلا شرکت کردن میدونن بازار آتی رو معرفی کردن میتونن حتی از ریزش بازار هم سود کسب بکنن که یک آپشن بسیار, بسیار بسیار پرقدرتی هست خدمت عزیزانی که در اون دوره شرکت کردن و ارز اولیه نماد آلیس شرکت بهار روز آلیس چناران با نماد آلیس قرار هست جلسه معارفش روز دوشنبه و چهارشنبه ساعت دو بیست و پنج و بیست و به شما آنلاین برگزار بشه و خب این شرکت سه اطلاعات جزئی بده می قرار هست ارز اولیه بشه شرکت بهار روز آلیس و چناران به صورت سامی خاص تاسیس و 21 آذر سال 88 در اداره سب شرکت های دوستان مشهد استان خراسان رضوی شهر مشهد به صبر رسید و از در تیر ماه سال 94 شروع به برداری کرد مرکز اصلیش هم شهر مشهد هست و اه اه حالا اه برندش آلیس هست اون چیزی که معروف هست شاید شما خورده باشید نشان کرده باشید دوغ آلیس هست کلا تو کار لبنیات هست انواع آب میوه انواع شیرهای تمدار که علی اصغر، محمد تقی و محمد رضا فیاض هر کدوم 33 ممیز 3 دامو در سهام شرکت در اختیار دارن سرمایه شرکت با 181, 181 نیروی انسانی در بعد و 300 نیرو تومان بوده که تیسه مرحله افزایش هم به 250 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده این از اخبار مهمی که برای رفته گذشته منتشر شد بریم سراغ پارت دوم در خصوص پارت دوم و مدیریت پورتفو موری بر سهم اعلام شده باید خدمتتون عرض بکنم که ما هفته گذشته هیچ تغییر نداشتیم و هیچ سهمی به تارگت نخورد همه سهم‌ها تو راهشون هستن حد ضررمون پاورجاست حد ضرر جابجا نکردیم سهمی رو نبستیم پورتو کما سابق نمادهای باز خودش رو داره و هیچ تغییر نداشت به همین خاطر ما مستقیما میریم وارد پارت سوم کلاس یعنی جلسه میشیم پارت جذاب معرفی چارت های جذاب هفته من این هفته با توجه به اصلاحی که بازار داشت و خب جذاب کرد خیلی از چارت ها رو براتون دو تا چارت آوردم یک چارت ارزم به خدمتون که از صنعت غذایی هست شرکت نوش مازندران نماد غنوش هست که با توجه به تغییر روندی که در این نماد شاهد بودیم میتونیم انتظار رشد بیشتر رو داشته باشیم ازش سقف بالا اومده با توجه به شمارش هم وضعیت خوبی داره میتونه تحرکات بازیگر هم مشهود هست در این نماد میتونه رشد های خیره کننده ای رو داشته باشه مثل سال 98, 98. اما نه خب مثل سال 98 ولی خب حداقل به قول ما حالا تارگتمون تارگت 2400 تومن هست با این تارگت وارد میشیم امکان بالا را... بالاتر رفتن و حتی پس گرفتن صفحه قبلیش که ناحیه 4500 تومن هم هست اما فعلا میگم با حد سود ناحیه 2400 تومن وارد میشیم ورود همین ناحیه یه مقدار این نماد حد ضررمون طول فاصله زیادی داره نقطه ورود تا حد ضرر نقطه فاصله زیادی داره ممکنه حجم کمی به شما بده به همین خاطر من یه نماد دیگه هم آوردم حالا در ادامه میگم 22 درصد 20 درصد تقریبا حد ضررش فاصله داره که فاصله بسیار زیادی هست و به همین خاطر حالا اگر پایینتر اومد که خب پایینتر می‌خریم با این حد ضرر ناحیه کلا زیر هزار تومان باید بشه 990 980 اگر پایینتر نیامد به حال اینجا میتونید بخرید با این حد ضرر احتمالا حجم کمی به شما بده نماد بعدی نماد گروه داروی صبحان هست نماد که خب میبینید این نماد هم تغییر روند درش محسوس هست در قالب کانال سودی در حال رشد هست بعد از اینکه سقف یک شکست فیکی رو داشت با برخورد به سقف کانال نزولی وارد اصلاح شده الان موقعیت خوبی داره اصلاح خوبی کرده رو ناحیه هست کف کانال هست به نظر میاد که سوینگ هم دیده شده سوینگ جونداری نبوده اما خب موقعیت موقعیت کم ریسک است ارزش ریسک کردن داره ورود در ناحیه 1000 و تقریبا 2000 1100 تا 1200 تومن. با حد ضرر 1000 تومان و با حد سود اولیه 1600 تومان حالا میتونه بالاتر هم بره اما فعلا حد سود اولیه‌مون ناحیه 1600 تومان هست که با این سم فعلا هستیم این بود از در واقع گزارش من برای این جلسه لازم به ذکره که شما میتونید اطلاعات تمامی این سهم ها رو از بخش 300 سم دریافت بکنید حتما فیدبک بهمون بدید در خصوص ویدیو ها اگر تماشا میکنید حتما فیدبک بهمون بدید نظرها پیشنهادتون رو در واقع برسونید و همین نکته دیگه ای ندارم از خاصی ندارم بریم گزارش مینا خانم رو بشنویم و ببینیم از طرف من خدا نگهدار به نام خدا سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزانی که مجموعه ما رو دنبال میکنن عرض تشکر دارم از آقا محسن بابت توضیحات جامعه شو. من با بخش آپدیت اطلاعات سهام در خدمت شما عزیزان هستم و ممنون میشم اگر آقا محسن از اسکرین شیر خارج بشه من بتونم تصویر رو شیر بکنم و اولین نمادی که میخوام تقدیم حضور عزیزان بکنم مربوط میشه به نماد خدیزل همطور که چارت ملاحظه میفرمایید قیمت داخلی کانال سعودی بلند مدت قرار گرفته اخیرا موفق به شکست سقف کانال و پول بک شده در حال حاضر درگیر مقاومته میخواین می بدونین که این سقف رو بفروشین یا خیر الان به این محدوده مقاومت عدد رند دوازده هزار ریال رسیده که اگر سهامدار این نماد هستید پیشنهاد میکنم با توجه به سابقه ی تاریخی قیمت نگهداری بکنید این سهم رو تا زمانی که در واقع حد ضرر این نماد بخواد فعال بشه چون اگر اصلاح قیمتی هم بده این سهم به لحاظ پارامترهای فاندامنتالی که داره بنیادی و بنیادی که داره میتونه ارزنده تر باشه همونطور که میدونی نسبت به همگروه های خودش هم توی وضعیت مناسب فاندامنتالی قرار گرفته توی گزارش گزارشات ماهانش توی فروردین ما 54 میلیارد تومن رو به دست آورده و درآمدش هم عمدتا از طریق فروش لوازم و قطعات بوده و 27 میلیاردش قطعات فروخته و 30 میلیاردش اومده از طریق خدماتی که ارائه داده به دست آورده البته گروه خود رو به این شکل هست کلیت گروه که زمانی یه صنعت حرکت میکنه خیلی توی حرکت اختلاف پاهشی بین سهمای زیانده و بنیادیش وجود نداره اما این به لحاظ بنیادی هم کم ریسک است به همین دلیل اگر مقاومت دوازده هزار ریال رو بشکنه میتونیم مقاومت چارده هزار و پونصد و هیجده هزار ریال رو به ترتیب برای این نماد در نظر داشته باشیم و اگر هم اصلاح قیمتی بده که عرض کردم به لحاظ قیمتی نماد ارزنده تر خواهد شد نماد بعدی مربوط میشه به شستا که هوش نسبت پی نیویه و ارزش ذاتی خودش داره معامله میشه نسبت پی نیوی این سم 97 درصد ارزیابی میشه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا جز بزرگترین هولدینگ های چند رشته کشور و همچنین خاورمیانه هست که فعالیتهای خودش رو از طریق هلدینگ های زیر مجموعش داره دنبال میکنه پورتفوی بورسی 60 تا انتهای فروردین ما رشد 64 درصدی داشته اما به لحاظ ام تکنیکالی یک واکنش مثبتی رو به محدوده صد و خودش داره داده این ناحیه بالای ابر کومو قرار داره و واکنش مثبتی هست روی میانگین متحرک هفتگی خودش یک واکنش مثبتی رو با شدای بلند زده و از این ناحیه حمایتی مجددا نوسان قیمتی خواهد داشت تا ناحیه صد طبیعتا بالای 160 تومن دیگه این سهم باید با پارامترهای تکنیکالی سنجیده بشه و وزن بیشتری به شرایط تکنیکالیش داده بشه جز سهام های بلند مدتی هم میتونیم قرار بدیم نمادش از اما اگر کوتاه مدت نگاه این سهم رو برگشت قیمت رو روی 160 تومن در نظر داشته باشین چند چه وارد فاز اصلاحی بشه برای سیو سود اقدام کنیم. و هر چقدر که سهم بخواد روی ناحیه 100 تا 130 تومان واکنش مثبت بوده طبیعتا فرصت های ورود رو برای این نماد مهیا میکنه از تراکم ابر و و مشخصه که توی این ناحیه قیمت شروع به بیسازی خواهد کرد نماد بعدی مربوط میشه به شرکت پالایش نفت بندر و با نماد بندر که حدود 16 درصد از سوخت ایران رو داره تامین میکنه و تنها شرکتی هست که پالایش نفت خام سنگین رو داره انجام میده گزارشاتش گزارشات مطلوبی بوده و در حال حاضر هم داخل کانال سعودی قرار گرفته روند قیمتی یک مقاومت مستحکمی رو روی ناحیه 15 هزار ریال داره که سقف کانال سعودیش از از این ناحیه میتونه اصلاح قیمتی بده و این نماد زمانی که اصلاح بده روی نواحی بالای ابر کومو تلاقی اون با میانگین متحرک و میدلاین کانال نواحی بسیار مناسبی است برای زیر نظر داشتن این سهم برای ورود های پلی با توجه به گزارشاتی که داشته اصلاح عمیق نخواهد بود و در واقع اصلاح های این نماد میتونه فرصت ورود جذابی رو فراهم کنه با توجه به حرکت سعودی که این سهم داره اما اگر کوتاه مدتی هستین حتما با کنش قیمت رو روی 15 هزار ریال در نظر داشته باشین خب طبیعتا اگر سعی به سود انجام بدید و خریدتون رو توی نواحی پایین داشته باشین بازدهی شما به مرتب بالاتر خواهد رفت نماد بعدی مربوط میشه به بانک تجارت با نماد و تجارت که تراز خودش رو توی فروردین ماه مثبت 77 درصد اعلام کرده و در حال حاضر هم درگیری یک محدوده مقاومتی شده وارد فاز اصلاحی شده حمایت محدوده 200 رو محترم شمرده با توجه به واکنش های زیادی که روی این ناحیه داشته به لحاظ تاریخی براش با بوده و واکنش مثبت از این ناحیه انجام شده به لحاظ فاکتورهای بنیادی تارگت 300 تومان برای این نماد جای کم ریسک است و اگر که نواحی پایینی این سهم رو داشتین میتونید سیو سودتون روی 300 انجام بدین مگر اینکه پرقدرت در واقع اخباری مبنی بر اتفاقاتی که باعث بشه سهام ریالی بانکی رشد خوبی داشته باشه یا جو بازار به صورتی باشه که پرقدرت مقاومت مهم 300 تومن رو بشکنه میتونید تا 350 و 370 و همین سهم رو نگهداری کنید در غیر این سال پیشنهاد سیبسود روی 300 سی تومن داده میشه نوسان گیران هم میتونید نماد رو روی 200 و 180 واکنش قیمت رو رسد بکنید در صورت برگشت های پرقدرتی نماد رو زیر نظر داشته باشند. دوستان امیدوارم که این مطالب برای شما عزیزان مفید بوده باشه پیشنهاد کنم که پادکست فاندامنتال رو که به صورت هفتگی داخل کانال به صورت رایگان برای شما عزیزان قرار میگیره رو در نظر داشته باشین چون تاثیر اخبار جهانی روی قیمت سهام شما بررسی میشه و میتونید برای شروع هفته معاملاتیتون اطلاعات مالی خوبی رو داشته باشین و تصمیمات خوبی رو برای اصلاح سواد خودتون داشته باشین ممنون میشم که نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید در خدمت شما عزیزان هستیم و تا هفته آینده خدا نگهدارتون